سرخط خبرها و مهمترین ها، یک نظامی حکومت پیشین در دایکندی به قتل رسید. نماینده پارلمان هالند: چگونه ممکن است یک عضو طالبان آزادانه در اتحادیه اروپا سفر کند؟ یک نهاد حقوق بشری: ازدواج اجباری و سوء استفاده جنسی از کودکان در افغانستان افزایش یافته است. نوسانات ارضی در افغانستان نشان رونق است یا ریکورد؟ و کمر امارت طالبان شکست. مشروع خبرها: منابع میگویند که یک نظامی حکومت پیشین که در فرماندهی امنیت طالبان در ولایت دایکندی کار میکرد در مرکز این ولایت به قتل رسیده است. بر بنیاد اطلاعات منابع، این نظامی محمد داود وحدت نام داشت و در مدیریت امنیت داخلی فرماندهی امنیت طالبان در دایکندی موظف بود. به گفته منابع، وحدت شام روز یک شنبه 28 عقرب در نزدیکی خانه‌اش در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی توسط فرد یا افراد ناشناس به قتل رسیده است. انگیزه قتل این نظامی روشن نیست. مسئولان طالبان در دایکندی تا اکنون در این باره اظهار نظر نکردند. منابع می‌افزایند که محمد داود وحدت در حکومت پیشین در پست‌های مختلف پلیس دایکندی کار می‌کرد. پس از به کار آمدن طالبان، علی‌رغم این که رهبر این گروه فرمان عفو صادر کرده، کشتار مرموز نظامیان پیشین جریان داشته است. عاملان قتل نظامیان پیشین طالبان را نسمه شوند، اما این گروه میگویند که به فرمان رهبرشان پابند است. نماینده پارلمان هالند: چگونه ممکن است یک عضو طالبان آزادانه در اتحادیه اروپا سفر کند؟ کارولین وندرپلاس، عضو مجلس نمایندگان هالند، به اعطای ویزه به یک مقام طالبان و سفر او به کشورهای اروپایی اعتراض کرد. او خطاب به نخست وزیر هالند گفت: عضو سازمانی که زنان را سرکوب میکند و با گروههای تروریستی همکاری دارد نباید ویزا دریافت کند. خانم وندرپلاس این سوالات را به نمایندگی از حزب کشاورز شهروند به نخست وزیر و وزیر صحت هالند مطرح کرده است و خواسته تا 3 روز آینده به این سوالات پاسخ ارائه شود. یک نهاد حقوق بشری: ازدواج اجباری و سوء استفاده جنسی از کودکان در افغانستان افزایش یافته است. یک نهاد حقوق بشری در گزارش درباره وضعیت کودکان افغانستان میگوید در 2 سال گذشته ازدواج اجباری و زیرسن دختران افزایش یافته است. به گفته نهاد رواداری، پس از به قدرت رسیدن طالبان، حمایت‌های لازم قانونی برای محافظت از کودکان وجود ندارد. نهاد حقوق بشری رواداری روز شنبه گزارش تازه درباره وضعیت حقوق بشری کودکان در افغانستان از 25 مظهر سال 1400 تا 24 میزان سال 1402 منتشر کرد. رسانه افغانستان انترنشنال در سایت رسمی خود گزارش می‌دهد: وزارت داخلی آلمان: طالبان جایی در آلمان ندارند و حضور آنها در کل غیر قابل قبول است. وزارت داخلی آلمان اعلام کرد که مقامات طالبان جایی در آلمان ندارند و این وزارت حضور مقام این گروه در شهر کلن را شدیداً محکوم می‌کند. در بیانیه وزارت داخلی آمده است: حضور نماینده طالبان در کلن غیر قابل قبول است و هیچ کس اجازه ندارد برای اسلامگرایان تندرو در این کشور بسته‌سازی کنند. وزیر داخلی آلمان گفته: طالبان مسئول نقض گسترده حقوق بشر هستند و ما از بسیار از پناهندگان افغانستان در برابر ظلم طالبان محافظت میکنیم. این وزارت خانه گفته از مقامات این کشور به شدت در حال بررسی این پرونده هستند و از اتحادیه ترکیه اسلامی برای امور دینی در آلمان میخواهد در این مورد توضیح بدهد. عبدالباری عمر رئیس اداره قضا و دعوای طالبان گفت در روزهای گذشته به هالند، بلژیم، سلواکیا و آلمان سفر کرده و هنوز در اروپا حضور دارد. پیش از این تصاویر از حضور عبدالباری عمر در مراسم در هالند و آلمان منتشر شده و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. هنوز جزئیات دقیق درباره این که چه کسان زمینه صدور ویزای یک کشور اروپایی را به یک مقام طالبان فراهم کرده معلوم نیست. نوسانات ارضی در افغانستان نشان رونق است یا ریکورد؟ از زمان شکست نظام جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، اقتصاد کشور نوسانات و فشارهای گوناگونی را تجربه کرده است. از آنجا که این کشور بیشتر متکی به کمک‌های خارجی است، بسیار از کشورهای کمک کننده پس از سقوط جمهوریت کمک‌های خود را به افغانستان متوقف کردند که این موضوع باعث تزلزل بیشتر در اقتصاد شد. از جمله عمده‌ترین نگرانی‌های اقتصادی در این 2 سال پسین تورم، افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، فقر فزایند، بیکاری و نوسانات در ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی بوده است. این نوسانات صعودی و نزولی طبقاتی در وضعیت اقتصادی مصرف کنندگان و متشبعان و نیز اقتصاد کشور داشته است.
حال با وجود تحریم‌ها، مزدور شدن ذخایر از این کشور و قطع روابط دیپلماتیک، اکثریت کشورها با طالبان آنچه توقع می‌رفت، تورم روزافزون و عدم پایداری در ارزش پول افغانی در برابر دلار بود. اما برخلاف آن نمایان شده است. در واقع طالبان در حال کاهش تورم و کنترل ارز نسبتاً خوب عمل کردند. آیا این امر ذاتاً منافع اقتصادی کشور را تامین خواهد کرد یا یک تغییر رسمی و نمادین است که احتمالاً اثرات مخرب بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ نخواست علل کاهش بهای ارزهای خارجی در برابر افغانی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به مثبت یا منفی بودن اثرات آن در آینده می‌پردازیم. بر اساس گزارش بانک جهانی که اخیراً منتشر شده است، طالبان توانایی خود را در قسمت جمع‌آوری عواید و افزایش تجارت بین‌المللی به خوبی نشان داده است، چنانچه در جولای 2022 تورم را از اوج آن به شدت کاهش دادند که منجر به کاهش تورم و قیمت‌ها در اپریل 2023 شد، پس از یک رکورد اقتصادی قابل توجه، یعنی پس از به قدر رسیدن طالبان، کمک‌های جامعه جهانی و امنیت بهتر سبب توقف انقباضات اقتصادی گردید. نرخ مبادلات باثبات شد، تجارت بین المللی بهبود یافت و رژیم طالبان توانست عواید را جمع کرده و معاشات کارمندان دولتی را پرداخت کند. هنوز اقتصاد شکننده با چالش‌های عمده پابرجاست. همچنان طبق پیشبینی های این بانک، انقباضات اقتصادی کشور تا سال جاری متوقف خواهد شد و رشد اقتصادی 3.2% را تا سال 2025 خواهد داشت. بانک جهانی همچنان اذعان کرده است که برغم بهبود وضعیت، فقر همچنان نیمه از مردم این کشور را متاثر ساخته و سطح بالای بیکاری پابرجا. طبق گزارش نشر شده جانب سایت بلومبرگ، افزایش 9% در ارزش افغانی در طول 3 ماه گذشته باعث سبق گرفتن این کشور از رقم 3% رشد بازوی کولومبیا شد. کنترل بر ارز و جریان‌های نقدی و سایر اقدامات باعث شده تا در سال جاری پول افغانی 14% رشد داشته و پس از پول کولومبیا و سریلانکا بینان سیمین پول با رشد بالا در فهرست جهانی جا به جا شود. سوال اینجاست که با وجود تحریم‌ها، مزدور شدن ذخایر از این کشور و قطع روابط دیپلماتیک اکثریت کشورها با افغانستان، آنچه توقع می‌رفت تورم روزافزون و عدم پایداری در ارزش پول افغانی خلاف آن نمایان گردید. برای پاسخ‌دهی به این مسئله باید گفت که طالبان در کاهش تورم و کنترل ارز نسبتاً خوب عمل کردند. اما آیا این امر ذاتاً منافع اقتصادی کشور را تامین خواهد کرد یا یک تغییر اسمی و نمادی است که احتمالاً اثرات مخرب بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ نخست علل کاهش بهای ارزهای خارجی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به مثبت یا منفی بودن اثرات آن در آینده می‌پردازیم. من قاچاق دلار. قاچاق دلار از داخل افغانستان به کشورهای همسایه به خصوص ایران از ده زمان است که چالش عمده در تثبیت ارزش پول افغانی محسوب می‌گردید. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک نمایید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.